سلام دوستای خوبم، من شیرین ساپور کارشناس مامایی هستم و با 12 قسمت از هفته های بارداری از مجموعه پادکست های یک زن در خدمتتونم. تو این مجموعه پادکست ها در مورد اتفاقاتی که تو 40 هفته بارداری برای مادر و جنین میفته صحبت میکنیم، مراحل رشد جنین رو بررسی میکنیم و از باید و نبایدها برای مامانا میگیم. این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن یک زن و همینطور از سایر اپلیکیشن های پادکست بشنوید. از هفته 12 بارداری به بعد شکمت برآمده میشه و ممکنه ترک های پوستی برات پیش بیاد، ولی بهتر نگرانش نباشی چون بعد زایمان اینا کم رنگ میشن. شاید این هفته بهترین فرصت برای اطلاع دادن این اتفاق شیرین به اطرافیانت باشه. این هفته هورمون ها به میزان متعادل میرسن. علائم بارداری که شما را اذیت می‌کرده کم رنگ میشن. انرژی بیشتری پیدا می‌کنی و حتی حالت تعود هم کمتر میشه. جنین تو 12 هفته حاملگی ممکنه واکنش‌های بیشتری رو نشون بده. حتی ممکنه داخل رحم شما پیچ و تاب هم بخوره. راستی بهتره کم کم شروع کنی به نوع زایمانت هم فکر کنی و با همسر، دکتر یا مامای خودت مشورت کنی. ترشحات واژن تو این دوران خیلی مهمه که برای محافظت از واژن در مقابل عفونت‌ها و باکتری‌ها هستش. اگه ترشحات واژنت زرد، سبز، صورتی یا قهوه‌ای بود، حتما به پزشکت اطلاع بده. لکه بینی یا خونریزی تو هفته 12 بارداری میتونه یه خورده نگران کننده باشه. البته رابطه جنسی تو این هفته باعث لکه بینی خفیف هم میشه. اما اگه لکه بینی شدید شد، حتما به پزشکت اطلاع بده. تغییرات هورمونی، کم شدن قند خون، کمبود آب، کم خوابی، استرس، همه اینا ممکنه موجب سردردت بشه. احتمالاً تهوع تو این هفته دیگه کم شده. به خاطر افزایش حجم خون ممکنه خون دماغ هم بشی. هورمونای بارداری میتونه باعث گرفتگی بینی بشه. اگه موقع خواب احساس گرفتگی بینی داشتی، حتما از بخور استفاده کن. سعی کن تو هفته 12 به پشت نخوابی و از این هفته به بعد باید به نحوه خوابت هم توجه داشته باشی که بیشتر به پهلو باشه و تا پایان دوره بارداری با این مدل بخوابی. اگه استرس و فشار باعث میشه که خوابت نبره، حتما از یه دوش آب ولرم استفاده کن. تیره شدن خط عمودی که تو خط وسط پایین شکم ایجاد میشه بعد زایمان از بین میره، پس اصلا بهش فکر نکن. اگه علائم غیر طبیعی هم داشتی با ماما یا پزشکت تماس بگیر. تو این هفته شکم شما یه خورده قلمبه شده. میتونی ماه به ماه از شکمت عکس بگیری و تغییرات رو احساس کنی. بهتر نگران ترک‌های پوستی نباشی. معمولاً ترک‌ها روی سینه، پهلو، شکم، باسن و رون‌ها ایجاد میشه. و روغن و کرم هم تأثیر چندانی روش نداره. و این موضوع کاملاً به نوع پوست شما بستگی داره. تو هفته 12 بارداری جنین شما اندازه یه لیموه و همه اندام‌های حیاتی اون در حال رشده. حدود 15 گرم وزن داره و قدش حدود 5 سانتی متره. اندام‌های حیاتی جنین تو این هفته شکل گرفته و جنین وارد مرحله‌ای میشه که همه اندام‌هاش به سرعت رشد می‌کنن. مثل مغزش که این هفته سریع رشد می‌کنه. انگشتاشو باز و بسته می‌کنه و رفلاکس‌ها تو این هفته شروع می‌شن. اگه موقع سونوگرافی روی شکمت بزنی، جنین هم به حرکت عکس‌العمل عمل نشون میده. چشم‌ها و گوشاش در حال قرار گرفتن تو جای اصلیشونن. کلیه‌های جنین مسئولیت تولید ادرار رو بر عهده گرفتن. این روزها جنین هنوز داره مایه آمنیوتیکو میخوره. غده هیپوفیز شروع به ساخت بسیاری از هورمون‌ها میکنه. تارهای صوتی هم از این هفته شکل میگیرن. اگه سونوگرافی تو هفته 12 بارداری انجام بشه، تعداد قولها رو مشخص میکنه و زمان زایمان رو دکتر میتونه با اندازه گرفتن جنین تعیین کنه. تو سونوگرافی این هفته تعیین جنسیت انجام نمیشه. اما اگه آزمایش دی ان ای خون برای مشکلات کروموزومی انجام داده باشی، میتونی جنسیت رو هم بفهمی. در مورد تغذیه تو این هفته باید بگم که رژیم غذاییت باید شامل همه انواع گروه های غذایی باشه.
به خصوص میوه و سبزیجات. مایعات زیاد مصرف کنیم. آب میوه، آب آلو، گلابی و تمش که سرشار از فیبره خیلی میتونه بهت کمک کنه. غذاهای فیبردار مثل نون سبوسدار، جو، برنج قهوه‌ای رو حتما تو رژیم غذاییت داشته باش. بهتره با فکر این که باید اندازه 2 نفر غذا بخورم پیش نری، چون روزانه فقط 300 کالری بیشتر از روزهای معمولی احتیاج داریم. کلسیم تو بارداری برای رشد استخونها لازمه. اگه کلسیم کافی نداشته باشی، جنین از کلسیم بدن شما استفاده میکنه و همین باعث میشه که بعدها دچار پوکی استخوان بشی. اومگا 3 و 6 هم تو رشد مغز و جنین نقش داره. پس باید تو رژیم غذاییت اینا رو مد نظر داشته باشی. بهتره یه سری چیزا رو هم رعایت کنی. مثلا اگه استرس و فشار باعث میشه که خوابت نبره، قبل از خواب یه دوش آب ولرم بگیری. از همسرت بخوای به آرومی ماساژت بده. سعی کن به تدریج روی پهلو خوابیدن رو تمرین کنی. آماده باش، چون هرچه از بارداریت میگذره، افزایش وزن جنین میتونه به قسمت‌های انتهای بدن شما فشار وارد کنه. برای مراقبت از شکمت در زمان خواب میتونی از بالش‌های بزرگ بارداری استفاده کنی. با مصرف مایعات در طول روز و محدود کردن اونها بعد از مصرف شام، میزان رفتن به دستشویی رو میتونی کم کنی. با اجتناب از مصرف غذاهای چرب و ادویه دار در آخر روز و یه شام سبک، از سوزش سر دل هم میتونی پیشگیری کنی. برای بهتر خوابیدن، کارهای روزانه‌ت رو به زمان قبل خوابت موکول نکن. اینم از هفته 12 بارداری. با ما تو اپلیکیشن یک زن در ارتباط باشین. راستی اگه در مورد اپلیکیشن یک زن هم پیشنهادی، انتقادی یا نظری دارید، حتما به ما بگین. ممنون که تا الان همراه ما بودین.